در سال گذشته جهان با جنگ‌های خونین و سوانح طبیعی بیشتری روبرو بود، اما پیشرفت‌های علمی نیز درخشان بود. هوش مصنوعی صنعت و اینترنت را در سال گذشته متحول کرد. از تشخیص بیماری‌ها تا پیش‌بینی نتایج بیمار و ساده‌سازی وظایف از طریق دستیاران مجازی بسیار مؤثر بود. کامپیوترهای کوانتومی با قدرت پردازشی عظیم و ایجاد انقلابی در رمزنگاری جهان را به دستیابی به قابلیت‌های محاسباتی کوانتومی نزدیک‌تر کرد. تلسکوپ جیمز وب چشم‌اندازهای گسترده‌تری از ساختار جهان آفرینش در برابر دیدگان حیرت‌زده بشر گشود. همزمان تلسکوپ اوگلیدوس تصاویر شگفت‌انگیز دیگری از کیهان به زمین ارسال کرد. پرتاب و فرود موشک‌های قابل استفاده مجدد هزینه مأموریت‌های فضایی را کاهش داده و فضا را در دسترس کرد. سفینه‌های هند و ژاپن بر ماه فرود آمدند، اما زیردریای تایتان با 5 سرنشین زیر فشار آب اعماق اقیانوس فرو پاشید. با این حال روشن شد که بخش خصوصی هم در پی کشف ناشناخته‌های جهان هستی است. سال گذشته پایان وضعیت اضطراری ناشی از کووید 19 یا همان کرونا اعلام شد و جهان نفس راحتی کشید. جهان در سال گذشته گرمترین روزهای خود در 400 سال اخیر را تجربه کرد و دانشمندان هشدار دادند که سال آینده از امسال هم داغ‌تر خواهد بود. پرندگان مهاجر کوچ اروپایی خود را به علت گرما تعطیل کردند و در نبود آنها آفت ضربات سنگینی به کشاورزی اروپا زد. حرکت به سوی منابع انرژی پایدار شتاب بیشتری گرفت. همجوشی هسته‌ای برای استخراج انرژی هسته‌ای سبز به نتیجه رسید و به یکی از مهمترین نیازهای بشر برای چگونگی دست یافتن به انرژی پاک پاسخ مثبت داد. موفقیت دیگر در سال گذشته رمزگشایی از کارکردهای مغز انسان و توانایی‌های شگفت انگیز آن بود که همچنان ادامه دارد. سخت افزاری شگفت انگیز درون جمجمه‌ای تاریک که جهان بیرون از خودش را به تصویر می‌کشد و به جای منطبق کردن خودش با آن، واقعیت بیرون از خودش یعنی جهان را تغییر می‌دهد. رازی شگفت.